کاریم، باید یا فروش کنیم یا کالا رو مجددا برگردونیم و یا کالایی رو به صورت اقساطی خریدیم، پله‌ای خریدیم، مثلا چک دادیم بابتش، حالا اون هم قیمت تمام شدهش برای ما متفاوت خواهد بود. حالا باید ببینیم چه جوری هستش. من بس برای ساختار خرید قطعی میزنم. قیمت خرید و قیمتی که در واقع امور مالی برای فروش مشخص میکنه. ساختار یک قیمت بر مبنای، بذاریم منم ریال رو براش در انتهاش بذارم. ساختار قیمت به این صورت هستش که شما باید طوری طراحیش بکنید که قیمت خرید و فروش به صورت مجزا تنظیم بشه و در طول کار شما بتونید ازش بهره لازم رو ببرید. حالا بریم جلوتر توضیح بدم. من این رو میگیرم میارم اینجا. یک ثبت، انصرافم نمیخوایم. میارم میذارم اینجا ثبتم رو و فرم رو کمی جمع میکنم. حالا من برای ثبت مقدار کمتری رو در نظر میگیرم. اینجا کد کالا وارد میشه و داستان ادامه پیدا میکنه. فرم اصلی ادمین مام رو باز میکنم. ثبت قیمت. هم میتونم بیام در بخش اطلاعات اولیه بذارم و هم میتونم یک بخشی رو به عنوان بخش امور مالی در نظر بگیرم. فعلا من در همینجا کارم رو انجام میدم. بعدم بریم جلوتر میارم تو بخش امور مالی، چون فعلا براش جایی در نظر نگرفتم و امور مالی ندارم. خب وارد میشم به این صورت. پرایس. پروژه یک بار اجرا تا آخرین تغییراتی که من زدم رو ثبت بکنه. ثبت قیمت ها به این صورت در اینجا قرار میگیره. خب بریم سراغ بعضی از حالا نکات مختلف. اونم این هستش که باید یک سری حالا نکاتی که قبلا ازش استفاده کردم رو بیارم و در اینجا قرار بدم. ببینید این، بذارید من اینا رو اضافاتو ببندم، اضافه بسته. تکست باکس 2 و تکست باکس 3 باید قفل باشه. تکست باکس 2 و تکست باکس 3 قفل نسبت به کپی و پیست، چون نباید غیر از عدد چیز دیگه ای درش قرار بگیره. و حتما هم باید این بخش هم درونش وارد بشه. که باز هم تکست باکس 2 و 3. حروف دیگه اجازه ورود نداره. این خطوط رو هم وارد میکنم که عملا حالا فعلا به صورت موقت قرار بگیرم. در اینجا من باید برم جدولم رو باز بکنم، یعنی دیتابیسم رو به صورت کامل باز بکنم و بخش هایی که نیاز ذخیره سازی عددیم رو نگه داره درون حالا بانک اطلاعاتی رو مشخص کنم. دوستان یک لحظه به جملاتی که میگم دقت بکنید. بعضی ها هستند به اشتباه میان روی کالا، یعنی بعضی ها الان من میدونم که با دیدن این آموزش میگن خب چرا یکی از آیتم های حالا اون پارت یا مثلا اون کالای من، چرا یکی از آیتماش قیمت نیست؟ خوب دقت کنید، محاسبات در تاریخ های مختلف انجام میشه. این به این منظور استش که اگر احیانا مثلا کالایی رو من امروز فروختم 1 ریال و فردا دارم میفروشم 5 ریال، تفاوت این دوتا در تواریخ مختلف متفاوته. فرض کنید من không hắn bưng cái chi cát ra rồi anh em nhận cái quân bạn hoặc hắn lại mượn bưng bê em bưng quần ăn cơm được cả ngày đấy mẹ quân đây quán nhà lấy mình nó cái thứ hồng của mình cho tiên ha quà lại quá
tôi định nổi ra biển nhà tiếng tháng ăn chứ mà tiếng nào qua tiếng cũng nhiều. À, mai rồi. Cái hồ này biết ta. Đấy, đây là cái máy nổ ngô các bạn nhá. Đấy, trên đây là cái toa đựng gạo các bạn. Đựng gạo lên nổ.